این ویدیو مخصوص طرفدارای لواشک و خوراکی‌های ترشه. من مریم ابراهیمی هستم و امروز می‌خوایم با هم یه لواشک خیلی خوشمزه درست کنیم. بریم که مواد اولیه‌اش رو ببینیم. من اینجا برای 2 سینی لواشک، 1/2 کیلو آلو زرد و 1/2 کیلو شابلون و 250 گرم آلبالو دارم. شما از هر میوه‌ای که دوست دارین میتونین استفاده کنین. هیچ ایرادی نداره که میوه‌هاتون نرم، رسیده یا کال باشن. همه رو داخل قابلمه می‌ریزیم و روی حرارت متوسط قرار میدیم تا بجوشه و آب بندازه و شروع به پخت بکنه. میتونیم درب قابلمه رو هم بذاریم که زودتر پروسه پخت انجام بشه. زمانی که میوه ها پختن، داخل آبکش با سوراخ های تقریبا درشت میریزیم و با پشت قاشق و حالا با دست سعی میکنیم که گوشت میوه ها رو از هستشون جدا کنیم. همونطور که میبینین قسمت گوشت میوه ها داره به ظرف زیری منتقل میشه و فقط هسته داخل آبکش مونده. حالا به مایه لواشکمون نمک میزنیم و اگر خیلی شل بود دوباره روی حرارت قرار میدیم تا به غلظت دلخواهمون برسه. به نظر من مایه لواشک من الان کاملا غلظتش خوبه. کف سینی استیل یا حالا هر سینی که داریم رو یک مقداری چرب می‌کنیم. اگر پلاستیکی بود حتما یه نایلون روش قرار میدیم و روی نایلون رو چرب می‌کنیم و مایه لواشک رو به صورت یک نواخت با ضخامت 0.5 سانتی‌متر در همه جای سینی پخش می‌کنیم. توی این مرحله باید سینی رو به مدت 2 روز داخل تراس قرار بدیم که لواشک ما خشک بشه. دقت کنید که به محض خشک شدن لواشک ها رو از سینی جدا می‌کنیم و اجازه نمی‌دیم که لواشکمون خیلی خشک و کاغذی بشه. به همین راحتی شما می‌تونید لواشک های خیلی خوشمزه‌ای داشته باشین. اینم از لواشک های ترش خوشمزه ما. امیدوارم این رسیپی رو هم دوست داشته باشین و با دوستاتون به اشتراک بذارید. یادتون نره که هیچ محدودیتی ندارین و از هر میوهی که دلتون بخواد میتونین توی لواشکتون استفاده کنین.